أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام وأولاده المعصومين عليهم السلام. عرض سلام ريك بمناسبت قرار رسیدن ایام الله، عید سفیر قوم، بزرگترین عید مسلمانان جهان، مخصوصا محبین و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت. الحمدلله خداوند این عنایت رو فرمود که بنده حقیر سراپا تکثیر را در این روز عید غدیر قوم در حرم مطهر آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و در جاهل حبوط همه و اولیا و پیامبران هست به عنوان یک زائر قرار دار. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام. خدا را شکر، خدا را سپاس، حمد و سپاس و ثنای الهی دایی که بالاترین نعمت را برای بنده و امثال بنده عنایت فرمود که ما را از جمله محبین و پیروان آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار داد و اولاد معصومین و فرزندان ما. امروز روز بسیار با عظمت و روز مبارکی هست. عید غدیر نیاز به اثبات ندارد، از جمله بدیهیات هست. اگر شما فقط چند آیه قرار بدهید به این عید، به این واقعه‌ای که دین با اون کامل شد پی می‌بره. خداوند دستور صریح در سوره مائده داده است: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پیامبر، اون چیزی را که ما برای تو دستور دادیم تبلیغ کن، ابلاغ کن. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. پیامبر، اگر این ابلاغ را نفرمودی که انهو رسالتت رو کامل نکردی، که انهو هیچ کار نکردی. لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. خدا تو را از شر دشمنورز، دشمنانی که به حق پایبند نیستن، دشمنانی که نمیتوانند تحمل ولایت و وصایت و خلافت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام را بکنن، خدا از شر اونها شما را حفظ میکنه. ببینید، کار به جایی بود که در همون آوان اعلام امامت و خلافت و وصایت امام علی علیه السلام، شخصی آمد خدمت پیامبر گرامی اسلام، عرض کرد آیا واقعا امام علی از طرف خداوند منصوب به امامت شده است؟ پیامبر فرمودند بله. این شخص در حالی که خیلی ناراحت شده بود یک سره دعا میکرد و میگفت اگر واقعا همین هست فمطر، خدایا سنگ رو بر ما نازل بکن، سنگ بر ما ببارم. که همینطور هم شد، سنگ آسمانی آمد و این شخص ملعون و متعصب رو در همون جا در دنیا به عذاب الهی، به عذابی که همه شاهد بودن، در این دنیا سردوچار شد. و این نمونه‌ای بود با از مخالفت با امام علی علیه السلام و نمونه‌ای بود از عذاب الهی که ما در متن قرآن داریم: سأل سائل به عذاب واقع. خود سائل، سوال کننده، به یک عذابی خودش را سردوچار کرد و از خدا خواست و خدا هم همینجا جوابش را داد. آیه دیگر که می‌فرماید اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. با اعلام غدیر که این پیامبر گرامی اسلام فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا،
من کنت مولا فعلیون مولا، هر که من مولای اویم این علی مولای اوست. با همین دین کامل شد. الیوم، امروز، این آیه مخصوص امروز هست که امروز دین کامل شد با امامت این امام برحق، این امامی که هیچ احد الناسی، حتی دشمنان امام علی علیه السلام، به درایت، به علم، به تقوا، به شجاعت، به سخاوت، به تمام صفات او معترف هستند. کتابهای زیادی در شأن امام علی علیه السلام از نگاه دیگران نوشته شده است، از نگاه دیگرانی که غیر شیعه هست. بازار پر از کتاب و پر از صفتهایی که در شأن امام علی علیه السلام برادران اهل سنت نوشته است. با این که سالهای متمادی در منبرها سب علی علیه السلام شد، با این که سامادی امام علی علیه السلام رو، چهرهش رو دگرگون جلوه دادن، ولی هیچ وقت انسان نمیتواند با دو انگشت جلو نور آفتاب را بگیرد. آفتاب هیچ وقت پس پرده نمیماند. لذاست امروز نه تنها شیعیان، نه تنها مسلمانان، بلکه حتی غیر مسلمانان درباره امام علی علیه السلام کتاب نوشتن و معترفن بهترین شخصیت بعد پیامبر گرامی اسلام، بعد محمد صلی الله علیه و آله و سلم، امام علی علیه السلام هست. شما ببینید از لحاظ عقلی هم اگر ما بحث بکنیم، یک فردی، یک مسئول عادی، یک مدیر عادی وقتی اداره را ترک میکند، برای چند روزی یک جانشین تعیین میکند، چه برسد کلن تعیین ترک بکنه. یک رئیس جمهور، یک انسان عادی، حتی یک پدر خانواده، یک مادر خانواده وقتی خانه را ترک میکند، یک سفارشی و بستگان میکند، به مادر خودش میکند، به خواهر خودش میکند، به یک همسایه میکند که شما از فرزندان من سر بزنید. این برنامه هایش اینطوری هست. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که آخرین دین را آورده است، کسی را به عنوان مسیح و جانشین تعیین نکرده باشد. این جز تعصب چیز دیگری نیست. لذاست که علامه امینی در اون کتاب با عظمتش الغدیر همه روایات اهل سنت را اثبات کرده است که راویان متعدد آمده است از مذاهب مختلف در دوره ها و قرون متمادی واقعه غدیر را نقل کردند، شعرا شعر گفتند و تاریخ نویسان این واقعه را نتوانستند انکار بکنند. رضاست که علی مع الحق و الحق مع علی، علی با حق است و حق با علی هست. هر جایی که حق باشد علی هست، هر جایی که علی هست حق هست. خداوند انشاءالله این توفیق را و ما عنایت بگرداند که ما بتوانیم از شیعیان و محبین واقعی این امام بزرگوار قرار بگیریم. بنده هم انشاءالله نایب الزیاره همه شما عزیزان در این روز مبارک و این ایام مبارک عید غدیر هستیم. خداوند انشاءالله این توفیق را برای همه ما عنایت بگرداند که ما بتوانیم هر سال عید غدیر در کنار مرقد نورانی و مطهر امام علی علیه السلام باشیم و حتما امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در اینجا حضور دارند برای عرض تبریک خدمت جدشان امام علی علیه السلام. و ما هم از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میخواهیم که برای ما دعا بکنن، ایدی من را انشاءالله عنایت بکنن، و از خداوند میخواهیم که ایدی من را فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار دهد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترعى وتمتعه فيها طويلا. هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وننال به ساعة من رحمتك فوزا عندك. خداوند ان شاء الله توفیق روز افزون برای همه ما و شما عنایت بگرداند. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.